بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما دوستای خوب و نازنین، امیدوار هستم که خوب باشین. حالتان چطور است دوستای خوبم؟ خدا رو شکر که خوب هستین و خیلی خوشحال هستم که باز هم شما رو میبینیم و همیشه همینطور خوشحال هستین و خیلی موفق و راضی از زندگی. خیلی خوشحال هستیم که با شما دوستای خوب خود همراه هستیم. دوستای نازنین، امروز پنجشنبه هست و در این پنجشنبه برنامه ما کمی متفاوت تر است، یعنی خیلی متفاوت تر است. ما روزای پنجشنبه آیتمی به نام استعدادیابی داریم که در این روز پنجشنبه دوستای ما که یک استعداد خیلی خوبی دارن، کار خیلی عالی انجام میتن. مثلا یکی از دوستای ما هست ممکن که خطاطی خوبی یاد داشته باشن، بعضی نقاشی خوبی، بعضی از دوستای ما هم هستن که میتونه با می سن کمی که داره یا در هر سنفی که هست خیلی داستان مقبول رو نوشته بکنه. پس ما از اونا میخواییم که در این برنامه با ما همراه باشند و از موفقیتشان برای ما بگه. شاید شما دوست خوب من بتونین یکی از این کار رو انجام بتین، پس خوب است که شما هم مهمان برنامه ما شوین. خب قبل از این به نظرم که صدای فولادی است. صدای من هست رو بابا جان، دگه من رو نمیبینی رو بابا جان؟ یادم رفته بود فول دیجا. اصلا نباید من یادت بارم. سلام خدمت همه دوستکای عزیزم، خدا کنه خوب و جور و صحتمند باشن و بیننده برنامه خودشان باشن. سلام خدمت رو بابا جان. تشکر فول دیجان. سلام خوب هست رو بابا جان؟ بله فول دیجان خوب هستم. اما تارا هم سر کاوچ بیشی آفرین. بله نشستم فول دیجان. بسیار خوب رو بابا جان. بله فول دی. بله قرار است که ما و تو بین خودمی تو خوشو بش بکنیم؟ نه خج رو بابا جان. بله. قرار است همراه دوستک نازنین ما مهمان ما معرفی شوه، همراه هدیه جان. هدیه جان نام تو و دوستای ما بگو. فولادی جان. بله. قبل از اینکه دوست ما خودش را معرفی بکنه به نظرم خودت نامش را گفتی. نه من نگفتم، من فقط گفتم هدیه جان. هدیه جان سلام. سلام دوست خوبم. خوب هستی؟ بله. خب همطور که فولادی جان، خب فولادی میشناخته دیگه حتما، نامت را گفت، اما دوستای نازنین ما که داخل خانه هستن میخواین که خودت برشان معرفی بکنی. بله هدیه جان خودت بر دوستان معرفی کن. بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه حکیمی هستم، متعلم سنف پنجم، اول نمره عمومی، مکتب خصوصی درایت. اول نمره عمومی فولادی؟ یعنی که اول نمره عمومی است؟ بله. میفهمی چقدر از خونده؟ بسیار درس خوانده. هدیه جان چند سال است که هدیه اول نمره عمومی هستی؟ پنج سال. پنج سال صرف پنجم هستی، درست است؟ بله. خوش به حالت، بیخه طرف ما رفتی. نکل گوید مستم هدیه جان. بله. خلگوی هدیه جان مستم گفتم. فوله دی؟ خیلی اعتماد به نفس داری. خواهش میکنم رو بابا جان. بله. خب بریم طرف دوستم و یاد ما رفت. فوله دی؟ بله. ما تو خیلی گپ میزنیم به نظره. بله زیاد گپ میزنیم. بانیم هدیه جان گپ بزنه. از بله. هدیه جان سوالاتی داره رو بابا جان. بله به خاطر که هدیه جان که در برنامه آمده یعنی که یک شاگرد ممتاز هست، یک شاگرد منتخب است که تانسته در طول 5 سال تحصیلش که صنف پنجم شده همه این سالا را اول نمره باشه. آفرین به تو. بله آفرین به هدیه جان. حتما یک رمز و رازی داره فولادی. روبا جان حتما رمز و رازی داره. امروز نمیفهم چرا دادارم هی جمشید جان میاد. نه روبا جان، به خاطر که در تمام روز با جمشید جان برنامه میری. بله روبا جان. خب به هر حال امروز من هستم، درست است؟ درست است روبا جان. از همون خاطر من زیاد خوش هستم که امروز خودت هستی. وای مام خیلی خوشحال هستم. خب هدیه جان، برای دوستای خوب ما که داخل خانه هستن، خودت از پرده تلویزیون میبینن، برشان بگو که دلیل این موفقیتت که در طول 5 سال تحصیلت که درس میخوانی و صنف پنج هستی، دلیل موفقیتت چی است؟ حمایت پدر و مادرم است که من باعث شده پیشرفت کنم. بله. از تشویق و زحمات استادان باعث شده که من درجه بالا رو بگیرم و یگانه چیزی که باعث شده من درجه بالا رو بگیرم علاقه خودم به درس خواندن. آفرین هدیه جان، آفرین به تو. بله. یعنی چه پدر مادر مهربانی، چه استادای مهربانی. بله همه پدر مادر رو دوست دارن که فرزندشان رشد بکنه. بله. فرزندشان به جایی برسه، درس خوان باشه. چقدر خوب است که معلم ها هم اینقدر بالای ما تلاش میکنن فولادی جان. مگه نه؟ آره بابا جان بسیار خوب. هدیه جان به نظرم دستم خوب کلگی تو رو دوست دارن. نه
بله زیاد. استادام تو را دوست دارن؟ بله. خیلی خوب، خدا ایلا امیدی دیگه ما اولیم رشتم پشین که ما اومد و دورست هست؟ هدی جان یعنی همو قسمی هست؟ خدا ایلا امیدی سر همسان فیاد که ما اولیم رشتم پشین که ما اومد و خیلی لا نمیتونم. اما افتخار میکنه فولادی جان، اما به این خوشحال است که من چقدر دختر خوبی هستم، درس کن هستم. شاید خیلی از همسنفیاش خیلی احترام هم بهت داشته باشم، درست هست؟ بله صد فیصد داره. باید چیزی دیگه فولادی. چی؟ آیا هدیه جان وقتی که دختر لایقی هست حتما همه استادا به توجه داره، همه کسایی که در مکتب هستن، خودت داخل صنف با دوستایت که مثلا بعضیشون درس را کمی مشکل داشته باشه همکاری میکنی؟ بله زیاد. واقعا؟ خیلی از اون دوستایی که تنبل هستن همراهشون کمک میکنی نه؟ بله. فولادی؟ بله. چقدر خوب است نه؟ ها بسیار خوب است. هدیه جان بسیار مهربان اومد. بله. از قیافه شما تو مهربانم معلوم میشه. آه معوری. بله؟ آه بله درست. درست است. خب فولادی؟ فولادی؟ بله بله. نظر چی هست که با دوستای خوب ما بریم یک کارتون ببینیم؟ کارتون؟ بله کارتون. بسیار خوب میشه. خب دوستای نازنین با هم یک کارتون میبینیم و دوباره با ما باشین. با ما باشین. بله دوستان نازنین باز هم خیلی خوش آمدین. ما و هدیه جان و فولادی جان اینجا هستیم تا اینکه هدیه جان برای ما صحبت بکنه، بیشتر بله صحبت بکنه دیگه. بله مهمان این هفته ما هدیه جان است. بله. که 5 سال از هدیه جان اول نمره شده و بسیار لایق قضیه افتخارات من هیچ وقت نداشته. چیزک هدیه جان بسیار یک دختر لایق قضیه واقعا. بله. از شخصیتش از خودش زیاد خوشم آمده. بسیار. هدیه جان. بله. صبحانه ها چی میخوری؟ که پوشش ما بخوره مثل تو لایق شوه. خوردن صبحانه باعث میشه که ما درس خوب تر یاد بگیریم و چون باعث رشد مغز میشه. آفرین. هدیه جان مثلا چی چیزا در صبحانه میخوری؟ مثلا چیزایی که مقوی باشه باید ما بخوریم. شیر؟ خب مثلا شیر؟ مثلا باشه که شیر، پنیر، چارمغز، بادام، چیزایی که زیاد مفید است ما باید بخوریم. یک چیزایی را گفتی که من زیاد خوش دارم هدیه جان. همین اونو گشنه شدم. بله؟ گشنه شدی؟ بسیار زیاد. خب خیر است به هر حال. فولادی جان. بله. در برنامه هستیم. میفهمم دیگه رو به جان. همین اونو خودم کنترل میکنم که کدام چیز طلب نکنم و بخورم. دارم همراه هدیه جان صحبت میکنم. بله. منظور هدیه جان دوستایی است که ما اگر یک صبحانه خوب و مقوی نداشته باشیم شاید نتونیم در طول روز درس خوب یاد بگیریم و همیشه به فکر باشیم که چقدر گشنه هستم. نه خیر. بله؟ نه خیر. من فکر هستم دیگه. هدیه جان. بله. خب. هدیه جان. بله. میگم در درس خواندن برنامه ریزی هم داری؟ بله. سن درس. بله لوای درس. ما خوشحالم نقاشی و رسامی کنم و ورزش. خوب است. آفرین. نقاشی هم میکنی؟ بله. یعنی که فولادی خودت فکر بکن. خب شاگردی که در طول 5 سال اول نمره بوده و نه تنهایی که فقط کتابای مکتبش را بخونه، دوست داره دیگه هم مصروفیت داشته باشه. وای چقدر خوب است هدیه جان. بسیار خوب است هدیه جان. بله. بسیار خوب است. اما من هیچ حوصله چیزا رو ندارم، باور میکنی؟ هدیه جان فقط بگم در خاربارا فولادی. بله. یک نصیحت از امی هدیه ما بشنو که برات بگه چیکار بکنم این فولادی ما که کمی در فکر درس باشه. یک کمی کوتاه بگو. فولادی. بله. ناراحت نباش. ناراحت نیستم دیگه. بگو هدیه جان. هدیه جان. باید احترام استادان خود را بدانیم. باید قبل از رفتن به مکتب صبحانه بخوریم و یعنی استاد خود را احترام داشته باشیم و از وقتی که استاد دستم درس میده ما آرام باشیم. یعنی که کارا را انجام بدم.
هدیه از او شاگردایی است که وقتی که استاد درس را توضیح میده و تشریح میده خیلی متوجه است. درست است؟ ما هم زیاد توجه میکنم. هدیه جان استادم که زیاد درس را تشریح میکنه باز در چرت میره. یعنی در بله. چرت کردن سوالات میره. هدیه جان متوجه شدی فولادی در چرت میره در وقت توضیح درس ها. نه منظورم حل کردنش بود هدیه جان. تو هیچ فکر نکن مگان و در خواه میرم قرار. ما هیچ خواه نمیرم دستم. اصلا بسیار لایق قومتم هدیه جان. هدیه جان یک سوال از خودت دوستان ما شاید بخواهی کمی سوال از تو بپرسم. چیه؟ چقدر خوب شد که فولادی هم حداقل متوجه ای گپ من شد. چی سوال میخوای پرسان کنی؟ فولادی جان میخوام که از هدیه جان سوال بکنم که آیا فقط خواندن کتابای مکتب همون کتابایی که در صنف میخوانیم در مکتب میخوانیم مهم است یا ما مثلا کتابای دیگه ای هم باید بخونیم تا که یک شاگرد با استعداد و لایقی باشیم؟ ما باید کتابای مکتب بیشتر بخونیم و در بر علاوه از او باید کتابای معلوماتی، کتابای قصه و کتابای داستانهای خوب بخونیم. بله. داستانهای خوبی داشته باشه. کتابای دیگر هم بخونیم نه؟ بله. فولادی؟ بله. به خاطر که به نظر من دیگه خوب؟ شاید در بعضی امتحانات بعضی از استادا بخواهی که هوشیاری یا امی هوش و ذکاوت یک شاگرد را بسنجه. باز ممکن بغیر از سوالی که در کتاب هست یک سوال عمومی بیاره. من از این فهمیدم که هدیه جان کتاب های دیگه را میخوانه چون در اونجا هم نمرات کاملی را گرفته. حتما. بله حتما. هدیه جان. بله. خودت خود یار لایق هستی نه؟ نام خدا. نام خدا. نمره شدی درست نام هست؟ نام خدا بگو فلانی. بله. یک سوال خیلی ازت پرسانم که بگه جواب داده تا نیستی باش من تا رو 20 میتونم درست هست؟ بگو. سوالم. خب. اگه گفتی بوت بامیان در کجاست؟ بوت بامیان در بوت بامیان هست. راستی؟ بله. بوت بامیان در بامیان هست. بله پوله دیگه سوالت خیلی سخت بود دیگه خیلی خیلی سخت بود؟ بسیار سخت بود. اگه گفتی آسمان شبا چه رنگی میشه؟ آسمان شبا سیاه میشه. سیاه میشه؟ بله. پوله دیجان از یک اول نمره عمومی این سوالا رو میپرسی؟ سخت است گرا بابا جان به من این سوالات سخت است از اون خاطر تو مداخله نکن بان که من مشاجره کنم. بله؟ هدیه جان بله. چی جره؟ مشاجره. خوب شد خوب کلمه ایرام گفت. خوب درست است. ادامه بده. هدیه جان. بله. خودت که قنام خدا درس میخوانی خب؟ بله. برنامه ریزی خوبی داری خب؟ بله. خیلی وقت شاطری میکنی؟ شاطری نمیکنی؟ حوصله تر نمیری؟ بازی نمیکنی؟ بسیار شد. اما تو درس خوان نمیری؟ اجازه بده فولادی جان جوابت بده. بعد از ختم درس های خود حدود یک دو ساعت تفریح میکنی. آفرین. یعنی که برنامه ریزی دقیق داره. وقتی درسش ختم شد کار خانگی خود انجام داد هیچ مشکلی در اون روز نداشت میره ساتریشو میکنه. هدیه جان. فولادی جان. هدیه جان. بله. هدیه جان. اجازه هم نمیتن. بله. فولادی جان. چیز کنم وقت نقل کردی؟ نقل نکردی؟ فولادی جان. بله. اگه اجازه بیتیم دوستای خوب ما شاید بخواهن یک کارتون ببینن. درست است رو بابا جان هیچ مره کف زدن نمیمانی. نام خدا خیلی گپ میزنی دیگه فولادی جان. دوست داری خوبم با هم یک کارتون ببینیم؟ خب دوستای خوب نازنین باز هم خیلی خوش آمدید. من فولاد جان و همچنین هدیه جان باز هم در خدمت شما هستیم. و فولاد جان به نظر من خواست یک چیز رو بگویم اما ما گفتیم بریم یه برنامه ببینیم. چی را که من گفتم؟ یادت رفت؟ یادم رفت. خب از هدیه جان سوال پرسیدی؟ ایشته که روبابا جان هرچی سوال پرسان کردم هدیه جان کل جوابش را یاد داشت دیگه. خب توقع داشت یاد نمیداشت؟ نه باید پیش ما کم می آورد به شخصیت ما باید کم می آورد بخاطر که ما واقعا لایق هستم واقعا لایق هستم. بله ما میشناسیم. اصلا فکر نکن هدیه جان که من در نقل پیش میرم من این نقل نمیکنم. همین سوال پرسید دوستان. بله گفت که هدیه جان تو هنوز در امتحانات یکان دفعه یکان خورترک نقلم زدی؟ راستش رو بکن. واقعا فولادی ما دیگه چی بگویم؟ هدیه جان. بله. خودت تصمیم داری تو اما تو اول نمره پیش بری دیگه اول نمره بونی؟
بله. نمیخوای یگان دفعه یگان نفر دیگه بیایه همی اول نمره گیره بگیره؟ راست میگه. نخیر. شاید خیلی آرزو داشته باشن اول نمره شون. خب. خب در درس رقابت داره. خب رقابت. حتما رقابت سالم داره. بله. 100% که رقابت سالم است پولادی جان. بسیار خوبه. هدیه. بله. یگان مدام باز ورزش هم میکنی یا فقط درس میخوانی؟ نه ورزش هم میکنم. بعد از پیش از مکتب رفتن و خوب. پیش از صبحانه ورزش میکنم و بعد از خوردن چای صبح مکتب. چقدر تو یک دختر فعال هستی. بله دقیقاً که برنامه ریزی خوبی داره پولادی. هدیه جان واقعا عالیش، واقعا لایق قیش و من امیدوارستم همیشه اینما تا اول نمره بانی. هدیه جان بله. هدیه جان خب تو که تا هنوز اول نمره بودی در مکتب، در سنفت همیشه اول نمره بودی، خب هدفت از این چی هست؟ میخوای در آینده چی کارا شد؟ هم در آینده یک دکتر لایق و پرتلاش. بله چقدر خوب، چقدر هدف بزرگی. یعنی یک دکتر خوب شدن دکتر شو. پول د... بله ما هم یک دوره خوش داشتم دکتر شو. یک دوره؟ آه. یعنی فعلا آرزو رو نداری؟ میه. چرا؟ میخوام یک فوتبالیست خوب شو. هرچند آرزوهای من هر روز تغییر میکنه رو بابا جان. هدفت منظورت هستی؟ آرزوهای هدفت. هدفم. بله خوب هدیه جان ما هم که میخوای یک دکتره خوب شود درست؟ بله یک دکتر خوب شود و با کلگی ما خدمت کنه. بله انشالله که مریضای ما کم شود. باز وقت هدیه جان چیکار بکنه؟ هدیه که دکتر میشه. هدیه جان چپن سفید میپوشه، میایه مرا معاینه میکنه، برام دوا نوشته میکنه و من خوب میشم. بله خب ولدی جان هدیه که یک دختر خوبی هست، یک دختر لایق و درس خوانی هست. میفهمی؟ چرا؟ ای که چطور است که دوستای خوب ما که داخل خانه هستن کارا رو که هدیه جان انجام میده از رویش انجام بدن، یعنی سعی بکنن که همیشه صبحانه رو بخورن، ورزششون رو بکنن، یک برنامه ریزی دقیق داشته باشن، به دقبای استاد خود گوش بدن. بله. باشی گوشی نکنن. زیاد در خوردنی فکر نکنن. بله. زیاد در نقل فکر نکنن. دقیق احترام دوستای خود داشته باشن. بله. احترام استادای خود داشته باشن تا مثل هدیه جان یک دختر لایق و فعال باشن. فولادی جان بله چقدر خوب شد که امروز هدیه جان اینجا آمد. بله بله زیاد خوب شد که هدیه جان آمد و دوستای ما هم همراه هدیه جان آشنا شدن. بله. و فهمیدن که باید تلاش کنیم، ما باید تلاش کنیم تا به یک چیزی برسیم مثل هدیه جان که قرار خود درس میخونه دیگه. بله به یک چیز دیگه فولادی که من امروز بسیار خوشحال هستم از هم از این بابت که هدیه جان رو شناختم و دوستای ما معرفی شد و یک چیز دیگه هم اینجا اتفاق افتاد. چی؟ یکی امروز خودت تقدر چیزای خوب را یاد گرفتی. آره بابا جان من زیاد چیزا را یاد گرفتم از هدیه جان. بله حتما دوستایی که داخل خانه هستن هم خیلی چیزای خوب را یاد گرفتن. هدیه جان بله خودت به دوستا و بیننده ما کدام گفتنی نداری؟ حتما که داره. به او کسایی که مثلا میگن که من شاید اول نمره نشم، مگه زیاد درس بخونم فایده نداشته باشه، پس برای از اونا چی گفتنی داری؟ گفتنی با و ای است که همیشه تلاش کنن و همیشه بله. نگوین که من نمیتونم. اگه هر کس که میگن میتونم همیشه اول نمره بشه. بله چقدر خوب. پس ما هیچ وقت نباید بگیم که نمیتونم، بگیم ما میتونم. بله ما میتونم، من میتونم اول نمره باشم، من میتونم یک پیلوت باشم، من میتونم یک فوتبالیست خوب باشم. نه رو بابا جان. بله فولادی جان. خب دوستان خوب و نازنین، هدیه جان امروز با ما معرفی شد. اول نمره عمومی مکتب درایت. چقدر خوب شد که هدیه جان امروز در برنامه آمدی. خیلی تشکری میکنیم ازت و تشکر از فولادی جان که امروز در برنامه با ما بود دیگه. خواهش میکنم رو بابا جان، تشکر از خودت که در برنامه بودی و تشکر از هدیه جان که امروز مهمان برنامه ما بوده و خدا کنه از برنامه خوشش آمده باشه و لذت برده باشه. بله دوستان نازنین این بود از برنامه امروز ما، تا برنامه بعد خدا نگهدار. خدا نگهدار.